سلام، به آشپزخونه هانی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم فقط با 4 قلم مواد اولیه در دسترس یه شیر کاکائو غلیظ بازاری درست کنیم که هم به صرفه تره و همین که با نکاتی که در ادامه میگم اصلا بوی نشاسته نمیگیره. با من همراه باشین. 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائوی الک شده، 5 تا قاشق غذاخوری پر شکر و نصف قاشق غذاخوری نشاسته ذرت اضافه کرده و خوب مواد رو با هم ترکیب کنید و با پشت لیسک یا قاشق فشار بدید تا گلوله ای از نشاسته و پودر کاکائو باقی نمونه. وقتی پودر کاکائو و نشاسته داخل شکر یک دست و باز شد کافیه. به 2 لیوان شیر ترجیحاً پرچرب نیاز داریم. در ابتدا لیوان اول شیر رو به آرومی اضافه کنید و با هم ترکیب کنید تا مواد از هم باز بشن. تا یادتون نرفته، اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایکش کنید و برای آموزش‌های کاربردی بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنید. و بعد لیوان دوم شیر رو هم اضافه کنید و روی حرارت بذارید. ابتدای کار شعله رو زیاد بکنید تا شیر به آستانه جوش برسه. نیاز نیست که شیر به جوش بیاد. وقتی که حبابای شیر رو اطراف قابلمه دیدید، حرارت رو خیلی کم کنید و حدود 5 تا نهایتاً 7 دقیقه با حرارت ملایم هم بزنید تا نشاسته داخل شیر گلوله نشه. میتونید با همزن دستی هم بزنید. اگر زودتر از این زمان شیر کاکائو رو از روی حرارت بردارید، در نهایت شیر کاکائوی شما بوی نشاسته میگیره. پس حتما 5 تا نهایتاً 7 دقیقه هم بزنید تا نشاسته کاملا بپزه و بوی خامیش گرفته بشه. در نهایت هم شیر کاکائو روی حرارت غلیظ میشه. خب حالا از روی حرارت بردارید و 1/4 قاشق چای خوری پودر وانیل اضافه کنید. هم بزنید تا مواد شیر کاکائو یک دست بشه. اضافه کردن این میزان از وانیل عطر و طعم بی‌نظیری به شیر کاکائوتون میده و اینم از غلظت نهایی که بعد از خنک شدن و استراحت در یخچال غلظتش بیشتر از اینم میشه. بعد از خنک شدن شیر کاکائو داخل یخچال قابل سرو، ولی پیشنهادم اینه که اجازه بدید یه شبانه روز داخل یخچال باشه تا هم غلیظ‌تر و هم پررنگ‌تر بشه. و در نهایت در کنار این کیک شکلاتی بدون فر که آموزش اون رو هم توی کانال گذاشتم خیلی میچسبه، جاتون حسابی سبز. من هانیه هستم و لطفاً برای آموزش‌های بیشتر وارد کانالم بشید و با سابسکرایب کردن کانال همراه همیشگیم باشید. زنگوله کانال رو هم حتما روشن کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوی بعدیمون رو میبینید. دوستتون دارم و تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون.